نبرد شجاعان صحرا اموسلیم اسم آشنایی برای بچه ها بود وقتی اسم اموسلیم رو میشنیدیم بی اختیار به یاد گذشته ها میفتدیم گذشته هایی که اموسلیم برای ما دوباره شون کرده بود بله با قصه هاش با قصه های حقیقی و پرماجراش امو سلیم کفاش پیر زنده دلی بود که تو کتاب خاطره های زندگیش کلی قصه داشت قصه های شاد و غمگین و تلخ و شیری هر روز وقتی غروب از راه می رسید و کم مونده بود که خورشید تو آخرای نخلستون گم بشه امو سلیم مشغول قدم زدن بین نخلها ها می و با آرامش به صدای پرنده ها گوش میداد و خدا میدونه شایدم هم سری به گذشته ها میزد به این ترتیب مدتی رو میگذروند و خستگی یه روز کار رو از تنش بیرون میکرد و وقتی شب به مهمونی شهر ما میومد و از دور دست ها صدای معزن به گوش میرسید امو سلیم آروم آروم راه مسجد رو در پیش میگرفت و برای خوندن نماز به خونه خدا میرفت تو این وقتها یعنی قبل از رسیدن شب بهترین فرصت بود که بچه ها بخوان عمو سلیم براشون قصه ای تعریف کنه اونم با کمی این پا و اون پا کردن قبول میکرد البته قبل از شروع قصه نصیحت کردن بچه ها جای خودش رو داشت آهای عبدالرحیم امروز چرا وقتی تو بازار داشتی با مادرت میرفتی سر اون داد کشیدی؟ و تو ابراهیم چرا وقتی باقلوا خریدی دلت نیومد کمی به دوستت رعد بدی بخوره تو صبر اصلا از دعوای امروزت با اون مرد دورگرد خوشم نیومد آخه بزرگتری گفتن کوچیکتری گفتن هیچ جوابی نداشتیم که بدیم از خجالت گردنمون رو خم میکردیم و سرمونو پایین مینداختیم و تو این حالت قیافه بچه ها خیلی دیدنی بود هر کس به شکلی خودش رو مشغول میکرد تا سایه خجالت از روش کنار من با دکمه های پیرنم بر می رفتم. سابر سرش و پشت سر هم می خاروند و ابراهیم هم همونطور که رو زمین نشسته بود هی پاهاش رو روی خاکای خونک نخلستون می کشید. امو وقتی میدید ما حرفی برای گفتن نداریم و ندامت و پشیمونی تو صورت تک تک ما خونده میشه. شه صرفه می کرد و دستاش رو پاهاش می زشت و به تنه یک کلوفت نخلی تکیه می زد و مشغول تعریف کردن قصهش می شد. خب. حالا دوست دارین کدوم یکی از قصه هایی رو که از زبون امو سلیم شنیدم براتون تعریف کنم؟ ها؟ قصه های ابو نصر خوبه؟ همون مردی که سر همه کلاه میذاشت و یه روز سر خودش یه کلاه گنده و گشاد رفت که تا آخر عمر نتونست اونو از سر خودش برداره؟ شاید دوست داشته باشین براتون قصه فازر رو تعریف کنم همون پسر خجالتی که به خاطر کمرویی همیشه برای خودش دردسر درست میکرد یا نه اصلا براتون قصه ای رو تعریف میکنم که واقعا ارزش شنیدن داشته باشه قصه ای که هیچ وقت یادتون نره و وقتی بزرگ شدید برای بچهاتون تعریف کنید بله شجاعت و ایمان مردم مردمی که از کوچیک و بزرگ و پیر و جوون از جونشون مایه گذاشتن و پوزه دشمن متجاوز رو که به کشورشون حمله کرده بود به خاک مالیدن بله قصه نبرد شجاعان صحرا تو سالها من بچه ای ده دوازده ساله بودم که همراه خونوادم تو صحرا زندگی می کردی. روزی ما از راه دامداری و پرورش درخت خرما تو بعضی از واحه ها به دست می اومد. البته هنوزم که هنوزه زندگی بادی نشینی از بین نرفته و تو خیلی از کشورهای عربی مردم اینطوری زندگی میکنن. تو همین سرزمین حجاز بادیه نشینایی هستند که مثل هزار سال قبل زندگی میکنن و خدا میدونه این همه پول نفت تو شکم گنده چه آدمایی ریخته میشه بگذاریم در اون سالها من پسر سرحال و پرکاری بودم و هیچ وقت از کار و تلاش خسته نمیشدم. زندگی آسوده ای داشتیم. من هر روز صبح زود گوسفندای زیادی رو که تعدادشونم مال افراد دیگه ای بود برای چرا به صحرا می بردم و قبل از اینکه خورشید به وسط آسمون برسه و زمین صحرا مثل تنور داغ بشه برمیگشتم و عصر دوباره وقتی هوا کمی خنک میشد گوسفندها را از تو آغل بیرون می آوردم و دوباره راهی صحرا می شد. بدرم هر چند روز یک بار شیر گوسفندا رو جمع می کرد و اونها رو به شهر می برد و به مرد چاقی به اسم ابو قیس می فروخت. ابو قیس علاوه بر شیر پوست و روده گوسفندم از بادی نشینا می فرید. اون آدم پول پرستی بود و یه دینار به بند جگرش وصل. کم میشد پول همه جنسایی رو که می خرید یه دفعه کف دست بادیه نشینا بذاره و اغلب به مشتریا وعده فردا و پس فردا رو میداد با این حال سهرانشین ها از معامله با اون ناراضی نبودن چون اونطور که باید و شاید خودشون از فروش پوست و روده و شیر گوسفندها ها عاجز بودن و شهری ها بیشتر اوقات کلاه سرشون می زشتن. همیشه از ابو بدم بدن می آد. یکی دوبارم که اون دیدم محلش نذاشتم یه بار که همراه پدرم پیش اون رفته بودیم پدرم از من خیلی تعریف کرد و گفت با اینکه من هنوز خیلی کوچیکم ولی به اندازه برادرای بزرگترم کار میکنم ابو قیس با شنیدن این تعریف ها از من خیلی خوشش اومد و از پدرم خواست که بذاره من تو شهر بمونم و پهلوش کار کنم ابو گفت سلیم اگه حاضر بشی تو شهر بمونی و پیش من کار کنی به زودی وضعت خوب میشه و خودت صاحب یه شطور میشی من حرفی نزدم سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم پدرم چند بار با مشت به شونم زد و ازم خواست که جواب ابو قیس رو بدم ولی لب از لب باز نکردم و خاموش ماندم ابو قیس خنده زشتی کرد و گفت خب کنان اینقدر پسره رو اذیتش نکن خودش فکر میکنه و تصمیم میگیره یه شطور چیز کمی نیست خیلی از بچه ها آرزو دارن یک شطور داشته باشن و هر شب خواب شطور میبینن بعد از گرفتن کمی پول دوباره به صحرا برگشتیم تو راه ساکت بودم و هیچ حرفی نمی زدم. پدرم فهمید که برای چی ناراحت شدم و ازم خواست که هر چی تو دلمه بگم منم در حالی که بغض گلومو گرفته بود گفتم اگه یه شطور داشتم هیچ وقت ابو غیص با هم اینطوری صحبت نمی کرد پدرم از شنیدن این حرف ناراحت شد و رفت تو فکر و خیال وقتی به چادرمون تو صحرا رسیدیم و از شطور پیاده شدیم اون رو به من کرد و گفت نخور پسرم هر طور شده خودم همین روزا برات یه بچه شطور میخرم طوری که دیگه ابو قیس شکم گنده جرأت نکنه پول و داراییشو به رخ تو بکشه از همون وقت خواب و خیال من درباره شطوری که قرار بود پدرم برام بخره شروع شد و بالاخره یه روز به آرزوم رسید پدرم یه بچه شطور سفیدمو برام خرید که من اسمش رو زتا گذاشتم چشمای قشنگ زتا رو تسمیه بلند و قشنگی پوشونده بود که اونها رو از گرمای آفتاب و ریگ بیابون حفظ میکرد. پره بینی زتا مثل بینی بقیه شطورا باز نبود و بیشتر شبیه پره های بینی یک گوسفند بود. پاهاش دو تا ناخون داشتن که با دو کف تشکچه مانند پوشیده بودن و جلوی فرو رفتن پاهای اونو تو ریگزاد میگرفتن. زتا روزای اول خیلی غریبی میکرد ولی کم کم با من دوست شد و با هم اون سلفتی برقرار کردیم تا جایی که هیچ وقت حاضر نبودیم از هم دیگه جدا بشیم هر وقت به جاهای دور میرفتم روزه تا سوار می شدم و دست به سر و گوشش می کشیدم و تو راه براش آواز می خوندم. وقتی شروع به خوندن می کردم اون سرتاپا گوش می شد و با آرامش قدم بر می داشت و خستگی راه طولانی رو حس نمی کرد. روزها و ماها گذشت و زتا روز به روز علاقش به من بیشتر شد. به خاطر رفت آمد زیاد اون راه چادر ما رو یاد گرفته بود و تنهایی هم میتونست به خونه برگرده پدرم از اینکه تونسته بود با گرفتاری زیاد زتا رو بخره خیلی راضی بود چون اون حیوان برای ما خیلی کار میکرد امو سلیم تو این لحظه آهی کشید و نگاهی به شاخه های آویزون نخلا ها انداخت و گفت بله بچه های من هیچ کس از فردای خودش خبر نداره و نمیدونه چی پیش میاد دوران شاد دوستی من و زتا خیلی زود به آخر رسید چون تو یکی از روزهای گرم بیگانگان سرزمین ما رو مورد تاخت و تاز قرار دادن و خاک میهن ما زیر پای چکم پوشان لگد شد هیچ کس نمیدونست چه کار باید بکنه دشمن مسلح و قدرتمند بود و هر مانعی به راحتی از سر راهش برداشته میشد مردم گیت شده بودن عده زیادی اسیر شدن و عده بیشماری با گلوله تفنگ بیگانگان به خاک و خون غلطیدن با این حال عده ای تصمیم گرفتن هر طور شده جلوی دشمن بیستن دشمن ما توپ و تفنگ و مسلسل و ماشین نظامی داشت ولی مردم دست خالی بود بیشترین قربانیان بادیه نشین ها بودند که هم جونشون در خطر بود هم دامهاشون برای خرد و خوراک و شترها و از پاشون برای باربری و بارکشی نیروهای اجنبی غارت می شود. بالاخره بعد از مدتی که گذشت و مردم به خودشون اومدن قبایلی از بادیه نشین ها دور هم جمع شدن و قرار گذاشتن سینه به سینه و رو در روی نیروهای دشمن قد علم کنند. پس اول باید سلاح تهیه می کرد. تنها سلاح سهرانشین‌ها شمشیرهایی بود که برای حفاظت خودشون از حمله دزدان به کمر می بستن. ولی این کافی نبود باید نیروهای رزمنده سلاح‌هایی به دست می آوردن که بدون اینکه لازم بشه زیاد به دشمن نزدیک بشن سربازها رو از پا در بیارن چه کار می تونستن بکنه؟ نداشتن هر کسی حرفی زد و چیزی گفت و بالاخره قرار شد دست به کار بشن و تیر و کمون بسازن ادهی مشغول شدن و با ساقه های نی و روده های گوسفند تیر و کمون ساختن. سلاح آماده شد. حالا باید داوطلبین مسلح می شدن و پا در میدون مبارزه می زشتن. خوب یادم اولین گروه بیست نفری ادهی از سربازای بیگانه رو نزدیک یه واحه دیده بودن و با اونها درگیر شده بودن. تیر و کمون در مقابل تفنگ چه کاری ازش ساخته است؟ ولی هیچ کس حتی فکر ترس رو هم به سر خودش راه نمیداد. سربازای بیگانه همونطور که تو واه مشغول شستن سر و صورتشون و برداشتن آب بودن مورد هدف قرار میگیرن. تو این درگیری چند نفر زخمی میشن و یه نفرم کشته میشه و یه تفنگ به غنیمت جنگجوهای صحرا در میاد. ولی از سربازای بادیه نشین دوازده نفرشون کشته میشن. باقی مونده گروه خسته و کوفته برگشت در حالی که نتونسته بودن جنازه کشته شدگان رو برگردونه با اینکه سهرانشین ها از این نبرد خوشحال بودند و به اون افتخار میکردند ولی از کشته شدن دوازده نفر نیروی خودی در مقابل یه سرباز دشمن گرفته و غمگین بودن حالا باید دنبال راهی میگشتن که با تلفات کمتر بتونن عده بیشتری از سربازهای دشمن رو از پا در بیارن اولین کار این بود که تیرها رو زهرالود کنند تا کمتر سربازی از بیگانه ها بتونه جون سالم به در ببره. دوم این که سعی کنن به جای حمله کردن در کمین سربازای دشمن بشینن. بعد از این تصمیم شجاعان صحرا پشت تپه ها به انتظار می نشستن و با از راه رسیدن نیروهای گشتی دشمن اونها را هدف تیرهای زهراگین خودشون قرار می دادن. در مدت کوتاهی با شجاعت ادهی از بادی نشینان عده زیادی از سربازان دشمن جان باختن و ترس و وحشت تو دل اشغالگرها افتاد تو چند عملیات تعدادی تفنگ به دست شجاعان صحرا افتاد تو این لحظه امو سلیم ساکت شد بعد ای کرد و ادامه داد شجاعان صحرا اسمی بود که خود اشغالگر رو جنگ جویان ما گذاشته بود بعضی از فرماندهان دشمن به مبارزین بادیه نشین می گفتن اشباه صحرا چون تو دل تاریکی وقتی سربازای دشمن با خیال راحت داشتن از نقطه‌ای به نقطه دیگه می‌رفتن یه دفعه چند شبه رو می‌دیدن که جلوشون سبز شدن و اونها رو نشونه گرفتن چند ماه بعد بادی نشین ها صاحب تعداد زیادی تفنگ و فشنگ شدن این سلاح‌ها همه غنیمتی بود حالا دیگه سربازای بیگانه با گلوله های خودشون نقش زمین می شدن و روی شنهای گرم صحرا جون می دادن. قجنازه هاشونم لقمه چربی بود برای کرکس ها و لاشخورها. ها با اینکه سن من بیشتر از سیزده چارده سال نبود ولی همیشه آرزو می‌کردم که همراه گروهی از شجاعان صحرا به جنگ برم و رو در روی سربازای دشمن قرار بگیرم اما پدرم و سردسته ما این اجازه رو دادم پدرم میگفت تو باید همینجا به مجروح برسی و برای رزمنده ها آب پیدا کنی ولی این منو راضی نمی‌کرد یکی از شب‌ها، پدرم منو پیش سردسته برد و گفت اون کسی رو که دنبالش میگشتی پیدا کردم سردسته که مرد سیاه چرده و بلند قدی بود با چشمای تیزبینش منو برانداز کرد و گفت نمیتونه کن آن دوست داری پسرتو بی جهت به کشتن بدی؟ پدرم گفت نه اون خیلی شجاعه اون کار ازش برمیاد سردسته گفت کن آن اگه این طفل تو اسیر بشه همه چیزو به دشمن میگه اون وقت ما چیکار کنیم؟ پدرم دستی به شونه ی من زد و گفت من میدونم که اون شجاعه یه شجاع صحرا بالاخره سر دست زیر بار رفت و به من یه مأموریت داد باید همون شب به نزدیک یکی از اردوگاه های دشمن میرفتم و تا جایی که میشد میفهمیدم چند سرباز اونجا هستن و بر می گشتم. قرار بود شب بعد شجاعان صحرا اون اردوگاه رو مورد حمله قرار بدن من در حالی که از خوشحالی سر از پا نمیشناختم مقداری آب و غذا برداشتم و سوار شطورم زتا شدم و براه اون شب آسمون صحرا محتابی بود و نور ماه خاکهای قرمز صحرا رو به رنگ نقره ای در آورده بود ستاره های ریز و درشت تو آسمون آبی میدرخشیدن و از دور و نزدیک صدای جیر جیرک ها همه جا رو پر کرده بود گاه و بیگاه که چشمم به زمین می خاکهای نرم صحرا رو میدیدم که دارن جابجا جا, جا میشن این جا به جایی به خاطر حرکت مرچه ها و حشره های بادیه بود قرار این بود که به اردوگاه نرسیده زتا را پشت یه تپه پنهون کنم و بعد تا جایی که میشه خودم رو به اردوگاه دشمن نزدیک کنم و بعد از شمردن سربازای دشمن که اغلب خیلی هم زیاد نبودن برگردم همینطور که جلو میرفتم سایه هایی رو تو دل تاریکی میدیدم که در حال رفت آمدن در اون لحظه ها هول برم می داشت ولی خوب که چشم می دوختم می همه اینها خیالات زتا با آرامش قدم بر و در صحرا پیش می رفت بالاخره با شنیدن سر و صداهایی از دور و نزدیک فهمیدم که دارم به اردوگاه دشمن نزدیک میشم از رو شطور پایین اومدم و زتا رو پشت تپه پنهون کردم و در حالی که رو زمین میخزیدم به جلو رفتم هیجان تمام وجودم رو گرفته بود و قلبم مثل بال زدن پرنده ها میزد حالا دیگه خیلی خوب اردوگاه رو میدیدم دور تا دور اردوگاه که سیم خاردار کشیده شده بود سربازا در حال نگهبانی بودم با این حال باید جلوتر میرم از جا کنده شدم و نیمخیز جلو رفتم ولی هنوز خیلی به اردوگاه نزدیک نشده بودم که دستی از پشت گلوی منو گرفت توی لحظه زمین و زمان جلوی چشمم تیره و تار شد و عرق ترس از سر و روم بریف. من به چنگ سربازای دشمن افتاده بودم سرباز در حالی که با صدای گوشخراشی فریاد میکشید منو به داخل اردوگاه برد و وقتی به اونجا رسیدیم محکم به زمینم زد تا خوردم زمین سرم گیج رفت و اردوگاه رو دیدم که به سرعت فرفره دورم میچرخه حالا عده زیادی از سربازای دشمن رو میدیدم که دورم حلقه زدن بعد صدایی رو شنیدم که به زبون خودمون گفت بلند شو پسر با تعجب از جا بلند شدم با خودم گفتم یعنی کیه که هم زبون منه ولی تا کسی رو که من صدا زده بود دیدم نزدیک بود شاخ در بیارم اون ابو قیس بود همون آدم پول پرست. تا اون وقت ما فکر میکردیم ابو قیس هم جزو شجاعان صحراست ولی حالا میدیدم که اون خودش رو به دشمن فروخته ابو قیس پرسید چطوری اومدی اینجا پسر کن آن شیر فروش گفتم با شتورم زتا پشت اون تپه است ابو قیس به دو از سربازا گفت و اونام رفتن و شطور آوردن دلم برای زتا سوخت اون دائم پا بر زمین میکوبید و بی‌قراری میکرد مثل اینکه از حال و روز من خبر داشت غیر از ابوقیس چند نفر دیگه از صحرانشینانم اونجا بودن فهمیدم اون بیچاره هم گول خوردن و عجیر شدن ابوقیس پرسید برای چی اینجا اومدی؟ گفتم هیچی همین طوری اون عصبانی شد و گفت مگه همین طوری میشه پسر؟ گرم صحبت با ابوقیس بودم که با لگد یکی از سربازا رو زمین افتادم و صورتم غرق خون شد ابو قیس بلندم کرد و گفت پسر کنعان تو از اینجا نباید زنده برگردی چون منو دیدی ولی اگه هر سالی که ازت میکنم راستش رو بهم به هم بگی بهت رحم میکنم گفتم هیچی نمیدونم ابو قیس چهرش رو در هم کشید و فریاد زد دروغ میگی تو هم جز اون دزدای صحرایی هستی چیزی نگفتم و ساکت من. به دستور ابو دست و پای منو با تناب بستن و تو اتاق کثیفی زندانیم کردن از اون شب چیز زیادی یادم نمیاد فقط تا صبح نخوابیدم و نگران بودم فردای اون روز وقتی هوا روشن شد یه سرباز در اتاق باز کرد و با نیزش تنابهایی رو که به دست و پای من بسته شده بود پاره کرد و منو بیرون برد جلوی در اتاق دو تا سرباز مسلح بودن که منو به محبته اردوگاه برد اونجا عده از سربازا و فرمانده اردوگاه و ابو هم ایستاده بودن کمی دورتر زتا با چشماش آروم داشت منو نگاه میکرد ابو قیس جلو اومد و پرسید این شطور سفید مو رو از کجا آوردی؟ گفتم مال خودمه گفت دروغ میگی تو اونو دزدیدی حالا از هر کجا که آوردی مهم نیست جناب فرمانده از این شطور خوشش اومده و میخواد سوار اون بشه ری حیوان سر لج اومده و زانو نمیزنه حالا زود باش کاری بکن که فرمانده بتونه سوارش بشه گفتم گشنم ابو گفت تا این کارو نکنی از غذا خبری نیست جلو رفتم و از زتا خواستم که زانو بزنه زتا خیلی زود رو زمین نشست فرمانده اردوگاه با خوشحالی جلو اومد و سوار زتا شد ابو گفت جناب فرمانده میخوان مدتی با این شطور تو اردوگاه سواری کنه مواظب باش شطور ناسازگاری نکنه اگه اتفاقی برای فرمانده بیفته خودت میدونی که چی میشه ضمناً زود باش فکراتو بکن و بیا بگو برای چی اینجا اومدی سرمو پایین انداختم و افسار زتا رو گرفتم و تو اردوگاه مشغول قدم زدن شدم فرمانده میخندید و از اینکه سوار شطور سفید مو شده بود خوشحالی میکرد تو این حال یه دفعه فکری به خاطرم رسید من سواد نداشتم و وقتی گوسفندای زیادی رو به چرا میبردم، به تعدادشون سنگریزه تو کیسه میریختم تا بعد با شمردن اونها بفهمم که چند تا گوسفند همراه خودم بردم طوری که دو تا سرباز متوجه نشن تعدادی سنگریزه به تعداد نفراتی که توی اردوگاه بودن تو کیسه کوچیکی ریختم که تو خرجین شطور بود بعد در حالی که وانمود میکردم شطور داره رم میکنه به گردن زتا زدم با این کار زتا میفهمید که باید پیش پدرم برگرده اون بارها این کارو کرده بود زتا بیقراری کرد و فرمانده رو پرد کرد و دور و اردوگاه شروع به دویدن کرد و بعدم با سرعت از اونجا بیرون رفت فرمانده وحشت زده دستور آتش داد دو تا گلوله به بدن اون خورد و قسمت از پوست سفیدش رو سرخ رنگ کرد فرمانده دستور داد سربازا زتا رو تعقیب کنن ولی ابو قیس مانع این کار شد و گفت که ممکنه بادی نشینا از این فرصت استفاده کنن و سربازا رو هدف قرار بدن اموسلیم تو این وقت ساکت شد و نفسی تازه کرد و ادامه داد بله بچه های من همون شب شجاعان صحرا به اردوگاه دشمن حمله کردن و منو نجات دادند ولی زتا جونش رو بر سر این راه گذاشت و جلوی چادر ما نقش زمین شده بود این قصه رو برای این براتون تعریف کردم که بدونین هیچ وقت نباید از زیادی سلاح دشمن ترسید بلکه اونچه که مردم رو در نبرد با متجاوزین به پیروزی میرسونه نیروی ایمان اونهاست. امو سلیم نگاهی به آسمون انداخت و دستی به ریشهای سفیدش کشید و گفت: لعنت بر شیطان. امروز شما منو مشغول کردین، نمازم دیر شد. بعد راهش رو گرفت و از به طرف مسجد رو.